اسلام حسادت بکنید و غیره که اطلاعات چون دارید. به هر حال اینه که مهربان یاران، شما سعی کنید جز به شادی نکوشید و خرد همیشه با شما همراه باشه و خرد ورزی و خردمندی. مهربان یاران، پیش از اینکه با شما خداحافظی کنم، امسال میدونید عزیزان بسیاری رفتن پاسارگاد، خیام، سعدی، فردوسی، اینقدر شلوغ بود باغهای آریایی ایرانی و جایگاهی مثل تخت جمشید که حد و اندازه ندارد. ایرانی میدونه چطوری با دشمن خودش مبارزه بکنه. عزیزان من میدونه ایران. حالا میبیسیدم که شنیدیم میگن رادیوشو بستن، وای آخونده همچی خوشحال میشن، میگن تبلیغ میکنن، دیدیم ما انگلیس هم که کردیم چیز کردن. کی رادیوی بی‌بی‌سی رو گوش میکرد دیگه؟ تلویزیونه. حالا همه این رادیو دیگه حالا تلویزیونه. ما رادیومون الان 25-28 ساله، از سال زدن ندبن رادیو همزمان تلویزیون هم هست. 28 ساله. حالا از روزی که اینا بسته شده هم رادیو آوا ایران پاریس که جهانی بود جهانی تر شد. به همین خاطر شما اگه دوست داشته باشین یک شنبه ها میتونید گوش کنید از ساعت 2 تا 4 به وقت ایران. آگهی نداره هیچ و فقط ترانه های شاد ایرانی و کم کم سخن هم خواهد اومد. بعد این رادیو رادیو فرانسوی است که من حدود 40 سال باهاش همکاری میکنم و مرغان شیوا دخترم مدیر اونجاست 6 ساله الان. این رادیو رادیو فرانسوی زبانه، نخستین رادیوی آزادی که روی اف ام اومده. شما اگه پاریس اینا هستید روی اف ام میتونید گوش کنید، 95.2 اف ام. اگر هر کجای دنیا هستید میزنید رادیو پاریس .net، رادیو پاریس .net. اونایی که فرانسوی بلدن یا دلشون بخواد صحبت فرانسوی بشنون، آهنگ و ترانه فرانسوی گوش بکنن، 24 ساعت میتونید هر جای دنیا که هستید وصل بشید به این. حتی این آلکسا و هر سوپختی که تو دنیا باشه این رادیو رو شما بگید اسم فرانسویش هست ایسی متنو اینجا و حالا شروع میکنی به خوندن. سال 1980 21 جوان دوست عزیز من دیدی دوپلش که برای ایران خیلی جانفشانی کرد، گفتم قبلا خیلی برای ایران کار کرد، این دوست نازنین این رادیو رو پایه میذاره، ایسی متنو اسمش میذاره. فرانس و میتران که رئیس جمهور میشه 6 ماه بعد یک کتاب مینویسه ایسی متنو. و این یعنی چی؟ یعنی رئیس جمهور فرانسه فرانس و میتران از شنوندگان این رادیو بوده و از مریدان این رادیو و دیدیه دوپلش بوده. دیدیه ما سال هم که برای شما میدونن رادیو به زمان پارسی داشتیم که الان هم هست دیگه میتونید گوش کنید، از کانال همین رادیو بود که دیدیه دوپلش یک ترانه خیلی زیبا هم داره که لوگو هست که پخش میشه که میگه زرتشت اومد و بودا اومد، اینا هر کدوم رقص شادی رو ارگانیزه کردن. که آقای دیدیه دوپلش این شعر رو سال 1980 میسرایه که هنوز من تازه از ایران فرار کرده بودم. وقتی که بعد 3-4 سال اونجا به هم رسیدیم این ترانهش من گوش کردم، گفت ببین تو اون ور دنیا من این ور دنیا، از زرتشت گفتم. Souffrant de voir tant d'ignorance, parfois se joue des apparences. Renvoyez ces messagers, Jésus, Socrate, Siddhartha, Marie, Krishna, Zarathustra. Renvoyez ces messagers, Jésus, Socrate, Siddhartha, Marie, Krishna, Zarathustra. Renvoyez ces messagers. Jésus, Socrate, Siddhartha, Marie, Krishna, Zarathustra. Tout en camon, robin des bois, chacun son tour conduit la danse. Porté par la lumière, nous pouvons retourner au-delà des images, à la source du temps, ici et maintenant. Ici et maintenant. Ici et maintenant. Ici
بود به ایران، زرتشت، انسانیت وفادار بود. 40 سال من در رادیوش برنامه فرانسوی زبان داشتم. 40 سال دارم الانم به زبان فرانسه. یک بار نیامد به من بگه فلانی در این مورد حرف نزن، فلانی اینو نگو. و چندین بار به خاطر ما رادیوش در خطر قرار گرفت و یک بار سال 1961 که جمهوری اسلامی رسما ازش شکایت کرده بود رادیو بستن. این مدتی او موقع جنجالش راه افتاد، رادیو بستن به خاطر شکایت جمهوری اسلامی که آقا ما برنامه نشوشیم. جی دی همون اسمش دیدی از دوپلش همون موقع صحبت کرد، گفت به من گفتن که گفتم آقا ببندید، من فلانی رفیقمو قطع نمی‌کنم. 1996 دیدی دوپلش کسیست که نخستین تامپل بودا در اروپا رو در سال 1974 فرانسوی است میسازه، تامپل رو پایه‌گذاری میکنه، اولینه. بعدن ایشون مثل خیلی دیگه بودایی نبود ولی اسپریچوالیته رو داشت و رادیوش رادیو بود که هست که یه جورایی حرف میزنن که جای دیگه و حرفا نمیزنن. رفته نیست. در این نوروز دیدی هم با ما نیست، روانش شد. مهمان یاران، به پایان برنامه میرسیم. از بود شما با ما سپاسگزاری میکنم. دستان گرم برادرم مهندس امیر شجره رو میفشارم و میگم تا برنامه دیگر بدرود و خدا نگهدار. historique pour la radio ici et maintenant suite à la proposition de David Abassi, Emmanuel Macron aurait plus utilisé le mot djihadiste mais terroriste islamiste. Et quand vous dites djihadiste, vous donnez la valeur à l'individu et son acte. Comme avant eux ceux qui depuis 2015 ont été victimes du terrorisme islamiste. Vos collègues sont tombés sous les coups d'un islam dévoyé et porteur de mort qu'il nous revient d'éradiquer. Face au terrorisme islamiste, nous mènerons le combat. Le tome 2 du livre Dialogue avec l'Histoire, 104e ouvrage de David Abassi, philosophe, créateur et rénovateur des idées, nommé auteur controversé par la Bibliothèque nationale française, vient de paraître avec 35 interviews parmi plus de 500 rencontres de David Abassi avec les personnalités nationales et internationales. Chez Amazon. Sinon, envoyez 39€ sur notre compte PayPal à l'adresse institut@avesta.net. institut@avesta. من با خدا رقصیدم. 10 کتاب جنجالی سیاوش اوستا در 1 کتاب. از میترا تا محمد، قرآن سروده ای به سبک پارسی، دینداری و خردگرایی، افسانه افسانه ها، خدا را در خواب دیدم زار زار گریه می کرد، تاریخ آریایی، هویت ملی و اوستا، سازمان جاسوسی الله، پژوهش و گزارشی از برنامه‌ها و شگردهای انواع و اقسام سازمان‌های جاسوسی، امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران. آیین اوستا، ایران با بیش از 7000 سال پیشینه تمدن. 65مین اثر سیاوش اوستا، کتابی برای کسانی که در جستجوی شناخت بهتر زرتشت و آیین اوستا هستند و کتابی سرشار از آگاهی‌های نوین از تاریخ، تمدن، اندیشه و فرهنگ و هنر 7000 ساله ایران. کتابی که پاسخگوی ده‌ها پرسش شما از اوستا و آیین کهن شیراز، برداشت نو از سرگذشت حافظ به روایت سیاوش اوستا، از قرآن خوانی تا پیرو اوستا شدن، حافظ و جریان عاشقی او، راز فال حافظ، اعدام ای دوست بیا، ای دوست بیا تا غم فردا نخوری، این یک دم عمر را غنیمت شمرین، فردا که از این دل کهن در گذری با 7000 سالگان
سر به سری فردا که از این دیر کهن در گذری با هفت هزار سالگان سر به سری سر به سری گوشی به خیام گفته این نخستین بار است که کسانی از صف متهمین برای من کف میزنند. نخستین متهم را صدا میکنند. دا به پا خیزد. ابو عیاض 35 سال دارد. قاضی خطاب به او میگوید تا کنون چند بار به جرم شراب خاری بازداشت شده اید و به تعهدات و توبه خود عمل نکرده اید. امروز در میدان شهر شما 30 ضرب شلاق میخورید تا عبرت دیگران باشید. ابو عیاض فریاد میزند من باده خورم ولیک مستی نکنم الا به قدح، دراز دستی نکنم. دانی در ازم زمه پرستی چه بود؟ تا همچو تو خیشتن پرستی نکنم. ابو عیاض ادامه میدهد امروز که حکیم بزرگوار عمر خیام در اینجا حاضر است، من از او میخواهم که به عنوان وکیل مدافع از من دفاع کند. قاضی با عصبانیت گفت وکیل مدافع چیست؟ پیرمردی اجازه سخن خواست. قاضی به او فرصت سخن گفتن داد. پیرمرد از جای برخاست، گلویش را تازه کرد و با صدایی بلند گفت در بارگاه پادشاهان کهن ایرانی رسم بوده است که متهم پس از شنیدن موارد اتهام سخنانی را در دفاع از خود بگوید یا از کسی بخواهد تا در دفاع از او سخن بگوید.